در یک جلسه در پارلمان اروپا در بروکسل، سخنرانان نقض حقوق بشر در ایران و دخالت‌های مخرب رژیم آخوندی در منطقه رو بررسی کردند. پارلمان اروپا تحریم‌های حقوق بشری علیه رژیم آخوندی را در 12 آوریل 2018 تمدید کرد و به ذکر نمونه‌هایی از بازداشت‌های خودسرانه در ایران پرداخت و نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. تلویزیون اسکای نیوز در ارتباط با نقش تخریب کننده رژیم ایران در منطقه به اجلاس پارلمان اروپا پرداخت و گفت بار دیگر نقش مخرب رژیم ایران بر روی خودش آوار می شود، ولی این بار صحبت از این رژیم در راهروهای پارلمان اروپا در بروکسل به میان می آید. جنگ های نیابتی رژیم ایران و بی‌ثبات کردن خاورمیانه و جهان موضوع گفتگوهایی با عنوان نقش رژیم ایران در خاورمیانه پرتنش بود. شرکت کنندگان در این اجلاس در مورد موضع اروپا نسبت به پرونده اتمی رژیم ایران بعد از لغو برجام توسط آمریکا صحبت کردند. جدال برانگیزترین موضوع در این اجلاس دخالت‌های گسترده این رژیم و نقش آن در جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه از طریق حمایت از شبه نظامیان تروریستی و در صدر آنها شبه نظامیان حزب الله لبنان و حوثی‌ها در یمن بود که در گوشه و کنار این منطقه فساد می‌کنند. در این اجلاس همچنین در مورد سرکوب تظاهرات مردمی در ایران و نقض فزاینده حقوق بشر علیه مردم ایران صحبت شد. تونی کلام عضو پارلمان اروپا در مورد سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم ایران در منطقه گفت پارلمان اروپا بر روی یک موضوع ریشه‌ای انگشت گذاشت. این موضوع ارتباط دادن هر گونه رابطه تجاری، اقتصادی و سیاسی با بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشورهاست. ولی متأسفانه این شرط در ایران اجرا نشده و به این دلیل توافق اتمی شکست خورده است. همچنین رمضان ابوجزر مدیر مرکز پژوهش‌های حقوق بشر خاورمیانه گفت در آینده شاهد تغییر بزرگی در موضع اروپا نسبت به رژیم ایران خواهیم بود. او گفت طی روزها و هفته‌های آینده شاهد تغییرات بزرگی در موضع اروپا نسبت به رژیم ایران خواهیم بود و خواسته خواهد شد که در مورد نقض حقوق بشر در ایران کمیته های تحقیق تشکیل شود. در چنین شرایطی است که رژیم ایران در گرداب اعمال تخریبیش غرق می شود. اجلاس بروکسل چیزی نیست مگر شروع سلسله اقداماتی برای برخورد با رژیم ایران.